به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدوار هستم تا پایان ویدیو با ما همراه باشین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سه غیر نظامی در انفجار در ولایت بلخ کشته شدند. 8 صبح کابل. در پی انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 3 نفر کشته شدند و 2 نفر دیگر زخم برداشتند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر روزنامه 8 صبح گفت این رویداد ناشی از برخورد یک موتر نو سراچه با ماین ضد وسایل جوسازی شده و در کنار جاده بوده است. طبق معلومات پلیس بلخ این انفجار ساعت 9 پیش از 6 روز دوشنبه 18 حمل در منطقه بای تیمور ولسوالی چمتال ولایت بلخ به وقوع پیوسته است. عادل افزود که در پی انفجار این ماین کنار جاده‌ای 3 نفر از سرنشینان این موتر جان باختند و او وضعیت صحی 2 سرنشین دیگر این موتر را وخیم توصیف کرد. سخنگوی پلیس بلخ گفت که این افراد برای مراقبت از گوسفندانشان در مربوطات ولسوالی چمتال بلخ در حرکت بودند. عادل شاه عادل گفت که این ماین از سوی گروه طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی جاسازی شده بود، اما از غیر نظامیان تلفات گرفته است. گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. استفاده از ماین کنار جاده‌ای به گفته مسئولان امنیتی تاکتیک است که گروه طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی از آن کار می‌گیرد. استفاده از این نوع سلاح به دلیل اینکه در موارد بسیاری از غیر نظامیان قربانی گرفته است از سوی نهادهای حقوق بشری، از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، جنایت جنگی خوانده شده است. ولسوالی چمتال بلخ از ساحات ناامن این ولایت به شمار می رود و گروه طالبان در آن حضور گسترده دارند. محمد اشرف غنی فرمانش در مورد انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ را لغو کرد. 8 صبح کابل. به دنبال نگرانی آمریکا از انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم این اداره به 3 بخش مهم، اشرف غنی رئیس جمهور فرمانش را در این مورد لغو کرده است. عبدالهادی ارغندیوال که به تازگی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است، میگوید که رئیس جمهور فرمانش در مورد انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم این وزارت به 3 اداره را لغو کرده است. سرپرست وزارت مالیه روز دوشنبه 18 حمل در یک نشست خبری گفت که از آغاز گفتگوها با محمد اشرف غنی در مورد تقررش در وزارت مالیه، مسئله تقسیم این وزارت را به 3 اداره و انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری را در میان گذاشته است. عبدالهادی ارغندیوال گفت که محمد اشرف غنی گفته است این فرمان در شرایط خاص صادر شده است و هیچگاه جنبه عملی پیدا نخواهد کرد. با گفته او، محمد اشرف غنی روز گذشته با صدور فرمان حکم پیشینش در مورد تغییرات در وزارت مالیه را لغو کرده است. ارغندیوال افزود که اکنون تمام صلاحیت های وزارت مالیه بر عهده او گذاشته شده است و هیچ نهاد دیگری در مورد این وزارت مداخله نخواهند کرد. او گفت که باور دارد هر کاری را که انجام می دهد باید پاسخگو و حسابده باشد و باید از نظر پارلمان که مرجع نظارت کننده بر اعمال حکومت است دور نماند. سرپرست وزارت مالیه همچنان گفته است که پافشاری او این بود که باید مسئولیت های وزارت مالیه در بخش بودجه، گمرکات و عواید مهم ترین وظایف این اداره است که از سوی خود وزارت مالیه به پیش برده می شود. با گفته ارغندیوال، با فرمان جدید محمد اشرف غنی هیچ مشکل در این بخش وجود ندارد و تمام کارها از سوی شخص وزیر مالیه و ادارات مربوط آن به پیش برده خواهد شد. این در حالی است که 2 روز پیش آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی تجدید وزارت مالیه مردم افغانستان به 3 اداره و انتقال صلاحیت های آن به ارگ ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده و تاکید کرده بود که مردم افغانستان به حکومت پاسخگو نیاز دارند.
پیشتر از آن، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گزارشی را در مورد تقسیم وزارت مالیه به 3 اداره جداگانه به نشر رسانده بود. در این گزارش گفته شده است که حکومت افغانستان با جدا کردن بخش‌های اصلی تشکیل دهنده وزارت مالیه و قرار دادن آنها تحت کنترل ارگ ریاست جمهوری در حال ناقص کردن این وزارت و تضعیف یکی از مؤثرترین نهادهای کشور است. بر اساس گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا، تجزیه وزارت مالیه در 19 فوریه بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور آغاز شده است. طبق این فرمان، بخش عواید گمرکات و خزانه داری و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت مالیه به شمار می رفت، به حیث واحدهای مستقل از این وزارت جدا شده و با دور زدن وزیر مالیه و معین این وزارت خانه مستقیما به دفتر رئیس جمهور مکلف به گزارش دهی شده است. مشاور ارشد رئیس جمهور از امور این سه اداره نظارت خواهد کرد. شیوع ویروس کرونا، تولد جهان جدید. جان گری، فیلسوف انگلیسی، در نشریه نیوستین من نوشت: خیابان‌های متروکه دوباره پر خواهد شد و ما چشم در چشم خواهیم دوخت، اما احتمالاً جهان با آنچه تصور می‌کردیم و در شرایط عادی می‌شناختیم متفاوت خواهد بود. این اتفاق نه یک بحران که نطقی عطفی دارد در تاریخ خواهد بود. در ادامه این مطلب آمده است: اکنون به نظر می رسد دوران اوج جهانی شدن به پایان رسیده است. در آینده احتمالاً سیستم اقتصادی که به تولید در سراسر جهان و زنجیره های طولانی ارز متکی و در عین حال کمتر هم تنیده است شکل می گیرد. دولت بریتانیا اکنون با اقداماتی در شرایط اضطراری که از طرف پارلمان مجاز شناخته شده، شرایط دشواری برای اقتصاد رقم زده است. بعد از هر بحران شاید سیستم سیاسی ما دست نخورده باقی بماند، اما بسیاری از کشورها شانس ما را نخواهند داشت. دولت‌ها در همه جای دنیا در حال گذر از تنگنای سرکوب ویروس و تاثیرات اقتصادی آن هستند. به احتمال زیاد این بحران شرایط سقوط خیلی از کشورها را فراهم می‌کند. آینده‌ای که بعد از این بحران شاهد آن خواهیم بود احتمالاً به گذشته شباهت‌های بسیاری خواهد داشت. البته شاید بسیاری تمایل برای بازگشت به جوامع کوچک و بسته شدن دوردست نداشته باشد، اما آنچه مسلم است ما دیگر به بیش از حد شدن جهانی شدن چند دهه گذشته بر نمی‌گردیم. این ویروس ضعف‌های مهلک در سیستم اقتصادی که پس از بحران مالی سال 2008 و به طور کلی سیستم سرمایه‌داری لیبرال آشکار کرده است. لیبرالیزم با تمام تأکیداتی که نسبت به آزادی و انتخاب فردی داشته و همواره به دنبال جایگزین کردن بازار آزاد با مفاهیم سوسیالیستی میگشته، حالا باید شاهد اتفاقات متفاوتی از قدرت گرفتن دوباره دولت باشد. سرکوب ویروس مستلزم تعطیلی هرچند موقت اقتصاد است، اما وقتی شرایط از بحران عبور کند دیگر شاهد شرایط پیشین نخواهیم بود. در آینده وضعیتی که در آن بسیاری از تجهیزات پزشکی ضروری جهان در چین یا هر کشور دیگر تولید شود تحمل نخواهد شد. در دنیای جدید تولید این مناطق و سایر مناطق حساس به عنوان یک موضوع امنیتی ملی مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. این تصور که کشوری مانند انگلیس می تواند کشاورزی خود را متوقف کند و به واردات مواد غذایی تکیه کند، حالا دیگر به کلی رد خواهد شد. با سفر کردن کمتر مردم، صنعت هواپیمایی با ضرر چشمگیری روبرو خواهد شد. مرزهای سفت و سخت‌تر یکی از چشم‌اندازهای جهان پس از کرونا خواهد بود. با این شرایط بهره‌وری اقتصادی دیگر برای دولت‌ها عملی نخواهد بود. سوال اینجاست که چه چیز جاگزین افزایش سطح زندگی مادی به عنوان پایه و اساس جامعه خواهد شد؟ این دیدگاه شاید از بسیاری جهات جذاب باشد، اما در عین حال غیر واقعی است. هیچ اقتداری برای پایان دادن به رشد اقتصاد وجود ندارد، همان گونه که هیچ کس برای مبارزه با ویروس وجود نداشت. دوستان نهایت گرامی، سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما بودین. تا دیدار بعد، الله یار و مددگار همه‌تان باد.